دفعه بیشتر نگرت نداشتن؟ چرا؟ ولی در عوض این دفعه خیلی خوش گذشت. خوش گذشت؟ آره دیگه، رفقای قدیم رو دیدیم، کلی با هم حال کردیم. نمیدونم این چبریت رو کنم گذاشتم. میخوای چیکار کنم؟ ناصر؟ تو با سیگار میکشی؟ نه. پس این فندک تو جیبت چی کار میکنه؟ باش گاز روشن میکنه. بسه میگم اندفعه زودتر نیومده بیرون، قرار بود چند ماه بیشتر نگرت دارن. آره. میگم نکنه فرار کرد. یاره ببینم مطب رو هنو داری؟ سب کن ببینم، تو فرار کردی؟ من هم چه حرفی زدم؟ نه؟ ولی وقتی گفتم فرار کردی بحثو عوض کردی. ای بابا گیر دادی ها، من فقط گفتم مطبو داری یا نه. ببین بازم داری بحثو عوض میکنی. تو چرا داری از بحث فرار میکنی؟ من دارم از بحث فرار میکنم؟ آره دیگه، هرچی بهت میگم مطبو چیکار کردی یه چیزی که جواب میدی. بگو به باد دادم رفته دیگه. نه خیر، مطب خیلی هم خوبه، اوضاعش هم رو به راهه. واقعا؟ بله. مطمئن بودم تو الان به خاک سیاه نشستی. واسه چی همچین فکر کردی؟ حالا بی خیال، مهم اینه که همه چی رو به راهه، نگرانم نباش. واسه به خاک سیاه نشستنت همیشه وقت هست. راستی ببخشید این دفعه به عروسیت نرسیدم، خیلی دلم می‌خواست بیام. خب می‌دونی دیگه زندان و مرخصیش. بله بله، البته اون دفعه هم نرسیدی. بله، در عوض به طلاقت که رسیدم. یادش بخیر چقدر خوش گذشت، قیافت تو محضر چقدر احمقانه شده بود. خیلی خوب. ببینم حالا زنت کو اسمش چیه؟ نازنین خابیده. آها، اختلافت با این یکی سر چیه؟ چی گفته ما اختلاف داریم؟ رو کاناپه خوابیده بودی؟ آ نه، من یکم کمرم درد میکرد، گفتم امشب رو کاناپه بخوابم، همین. آها باشه. باور نکردی نه؟ من گفتم باور نکردم. نه دیگه، دوباره بحثو عوض کردی. ای بابا گیر دادی ها، خجالت نداره که، خیلی ها با زنشون اختلاف دارن. مرد باش، سینه رو بده جلو، بگو زنم با اردنگی پرتم کردی بیرون. ما اختلاف نداریم باشه. آب نجوشی؟ نه خیر. پیش مامان اینا نرفتی؟ گفتم اول بیام یه سر به تو بزنم، در ضمن در خونه‌شون هم بسته بود. آها، در خونه ما باز بود. نه نه. پس چطوری اومدی تو؟ با این ناصر تو فرار کردی نه؟ باز گیر دادی ها، حیف شد. دلم خواست با زن داداش جدیدم هم آشنا بشم. حالا زن خوبی هست؟ آره، زن مهربون و احساساتیه، منم خیلی دوست داره، تازه اهل هنرم هست. میگن دیوونه میوونم بوده. کی همچین حرفی رو زده؟ مامان میگفت اون دفعه اومده بود ملاقاتی، بدبخت کلی هم گریه کرد. نه خیر، نازنین فقط یه دور مشکلات روحی روانی داشته، اومده پیش من مشاوره، حالش هم خوب شده، همین. پس دیوونه بوده دیگه. عزیز من، هر کسی که مشکل روانی داره که بهش نمیگن دیوونه. همه ما بالاخره مشکل روانی داریم، حالا یکی یه خورده کمتر، یکم یه خورده بیشتر. بابا خودت داری میگی روانی، روانی یعنی دیوونه دیگه. ببین ناصر جان، بذار برات توضیح بدم. ببین عزیز من، روانی، کلمه بیمار روانی، اون یای آخرش یای انتصابه، یعنی کسی که روانش بیماره، مثل یای آخر بیماری قلبی، یعنی کسی که قلبش بیماره، متوجهی؟ به قلبش هم که داغونه، این چه زنیه گرفتی؟ عزیز من فقط مثال زدم که بفهمی، همین. ببینم از این دیوونه میوونه ها نباشه که شب بیاد تو خواب آدمو خفه کنه. چرا چرت میگی؟ یه موقعی از این چرت و پرت تحویلش ندی ها، نازنین خیلی روی این موضوع حساسا. نه بابا، مگه من مثل اون دیوونه مثلا به روی خودم نمیارم؟ باز من هیچی نمیگم، میگه به روی خودم نمیارم. آب نجوشی؟ چه خبره، تعداد میزنی؟ میبینی که نجوشیده. ای بابا یه صابونه خاصی به ما بدی ها. اه اصلا میرم اون ور بخورم، یکی دو ساعت دیگه که زن داداش جدیدم بیدار شد میام باهاش آشنا میشم. خدافظ. بفرمایید. یکی دو ساعت دیگه. صبر کن ببینم. گفتی یکی دو ساعت دیگه برمیگردی؟ بله. نه یا. چرا؟ چون من الان دارم میرم مطب، بذار از مطب برگشتم آشنا میشید با هم دیگه، باشه؟ تو برو، من با تو چیکار دارم؟ من میخوام با زنداداش جدیدم آشنا بشم، با تو که قبلا آشنا شدم. خیلی خوب، دارم میگم بذار من میرم مطب، شب برگشتم شام دور هم باشیم، با زنداداش جدیدت آشنا شو، باشه؟ خیلی خوب، یواشتر، مگه نمیگی خوابه؟ حالا شام هم میخوریم، سعه صدر و اینا. منظور سر رحمه دیگه. حالا همون. پس چی شد وقتی برگشتم بعد؟ ولی موش شدی ها، ازش میترسی، بعدا میبینم. پس صبر میکنی تا من برگردم؟ ای بابا تو چرا انقدر نگرانی؟ برادرمی مثل اینکه، زندگی برادرم به اندازه زندگی خودم برام مهمه.
همین نگرانم میکنه اتفاقا. نگران نباش. سلام، صبح خیر. سلام، سر صبحی داشتی با کی حرف میزدی؟ من با هیچکی. با هیچکی چی؟ من خودم شنیدم الان داشتی با یکی حرف میزدی. آره داشتم حرف میزدم. آره. با کی داشتی حرف میزدی؟ با چیز، با ناصر. ای بالاخره آزاد شد. بله. آخه چقدر خوشحالم. الان اینجا بود؟ آره، رفت پیش مامان. اینه. چرا نگرش نداشتی من ببینم؟ حالا میبینیش دیگه، دیر که نمیشه. دیر نمیشه؟ چه بعد از یه سال آزاد شده میگی دیر نمیشه؟ خیلی خب، حالا شلوغش نکن. خوبه تا حالا ندیدیش. خب ندیده باشم، ولی برادر شوهرم که هست. اصلا من میگم بریم یه سری بهشون بزنیم. نه، اصلا ناصر از اون آدمایی نیست که ناراحت بشه. باور کن، بذار من شب برگشتم با هم میریم. من که با مامانت اینا رو درواسی ندارم، میریم یه سری بهشون میزنیم. گفتم نه. نه، منظورم اینه که بذار من از مطب بیام، بعد با هم میریم یه سر میزنیم بهشون. نیما تو سر من داد زدی. من نه، من داشتم شوخی میکردم. نیما تو سر من، تو سر من داد زدی. نازنین، خواهش میکنم، من کی همچین کاری رو کردم؟ نازنین، در باز کن. من سرتو داد نزدم، من غلط بکنم سرتو داد بزنم خانومی؟ نازنین جان، ببین نازنین، تو الان دچار احساسات شدی و این حملات شدید روحی باعث میشه که تصمیمات نادرست بگیری، نه بر اساس منطق که بر اساس احساسات. خواهش میکنم تسلط داشته باش رو اعصابت خانم. حالا در باز کن. آقا فیروز چیه؟ هیچی، میخوام دکمه رو بزنم برم بالا. خب بزن. آخه شما جلوش نمیذاری؟ آخه کار نکنم. من کی همچین حرفی زدم؟ گفتم فقط یکم عجله دارم، امروز باید برم بالا، همین. یعنی کار شما کاره، کار ما کار نیست؟ فیروز خود چه حرفی داری میزنی؟ فقط دارم میگم که عزیز، یعنی من، یعنی چون من دارم اینجا رو تمیز میکنم باید تحقیر بشن؟ تحقیر کدومه؟ شما فکر کنم دوچار سوء تفاهم شدی یا؟ بنده گفتم دکمه رو بزنم سوار آسانسورشم برم بالا، عجله دارم فیروز خان. بله حتما، کار شما مهمه، کار ما که مهم نیست. اصلا ما ارزشی نداریم که. همین که شما لطف میکنین جواب سلام منو میدین ها، کلی هم باید خدا رو شکر کنیم. من اصلا همچین منظوری نداشتم و به این طبقه بندی که شما میفرمایید هیچ اعتقادی ندارم. شغل هر کسی هم محترم. مهم نیست، شما نمیخواد وقتتون رو با من تلف کنین. اجازه بدین دکمه آسانسور رو خودم براتون بزنم. فیروز خان، شما کاملا دارید اشتباه فکر میکنید ها. وای، من واقعا از شما ممنونم که اجازه دادین دکمتون رو بزنم. سالها بود که آرزو داشتم دکمه یه شهروند درجه یک رو بزنم. این لحظه رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. بفهم. ببین فیروز خان، ارزش گذاری روی انسان ها بر اساس ثروت و مقامشون خیلی وقتی که منسوخ شده و ما باید یاد بگیریم که در قضاوت هامون روی دیگران این چیزها رو لحاظ نکنیم تا جامعه سالمتری داشته باشیم. وای چه سخنرانی، حس میکنم مسیر زندگیم تغییر کرد. بفرمایید آقای دکتر، وقت شما تلاست. بفرمایید. اجازه بدید من خودم براتون بگم. طبقه 3 تشریف برین دیگه. بله. ولی شما کاملا دارید اشتباه فکر میکنید. شما به کارتون برسید. چرا اینطوری میشه؟ چی خرابه؟ خرابه؟ یعنی چی خرابه؟ ای بابا فیروز خان، اساساً خرابه؟ احتمالاً. پس من باید چی کار کنم؟ پله. سلام. سلام علیکم، صبحتون بخیر.
ایشون دکتر امیر منصور سهرابی مدیر و مالک این ساختمونن که علاوه بر اینکه پزشک بسیار حاضری هستند خیلی هم خوشرو و دوست داشتنین. البته خیلی هم به من علاقه دارن. خوبه؟ قربان شما، خیلی من کجا؟ مگه نمیگم آسانسور خرابه؟ خب این که داره میری بالا سالمه؟ برو آقا جون، برو از پله‌ها استفاده کن. فیروز خان این دار... بی خودی داری شلوغش میکنی. من آخرش هم نفهمیدم چه اشکالی داره نازنین و ناصر با هم آشناشن. هیچ اشکالی نداره. من دارم میگم من تا موقعی که خونه نرفتم دلم نمیخواد اونا با هم روبرو بشن. همین حالا روبرو بشن چی میشه مگه؟ چی میشه؟ تو که ناصر رو میشناسی، کم تا حالا گند زده به زندگی. یه مدت نبود خیالمون راحت بود. خانم شیرزاد. بله آقای دکتر افشار. دکتر افشار ایشونن؟ بله آقای دکتر افشار. چی شد خانم؟ چی شد؟ مریضا رو کنسل کردید؟ بله. من تبریک میگم، کم کم دارم امیدوار میشم. پس من برم به کارم برسم. ببخشید فرح خانم کرباسی تماس گرفتن، گفتن اگر پانسمان دماغشون خیس باشه اشکالی نداره. نه چه اشکالی داره، حالا بعدم خوش میشه. گفتید دماغشون؟ بله دیگه خانم کرباسی. خانم کرباسی که دماغشو عمل کردین؟ خانم شیرزاد، دماغ خانم کرباسی رو بنده عمل کردم. مطمئنی؟ با این حساب من امروز میتونم برم استراحت کنم دیگه. یعنی چی؟ اینجوری که پیداست خانم شیرزاد به جای اینکه بیماری شما رو کنسل کنم، بیماری بنده رو کنسل کرد. خب اینطوری من بدبخت شدم که. حالا من چیکار کنم؟ خانم بفرمایید تا جایی که میتونید کنسل کنید. بفرمایید. بله چشم. بفرمایید. کار دیگه ندارین؟ نه خیر، بفرمایید. خانم شیرزاد در اون طرفه، بفرمایید. من الان کاملا آمادگی دارم که اینو بکشمش. چای بیارم؟ نه خیر. خیلی خب بابا، این دیوونه بازی ها رو در نیار. با تمام حرفایی که زدی ها به نظر من هیچ اتفاقی نمیافته. هیچ اتفاقی نمیافته؟ زندگی من رو حواس میگه هیچ اتفاقی نمیافته. کجای زندگی تو رو حواس؟ زندگی من رو حواس به خاطر اینکه زندگی ناصر رو حواس. و وقتی زندگی ناصر رو حواس یعنی اینکه نمیتونه آرامش و راحتی منو ببینه. حالا فهمیدی؟ ببین خیلی بد آدم راجع به برادرش اینجوری حرف بزنه. ناصر ممکنه که بعضی وقتا اشتباه بره، سر به راه نباشه، قابل اعتماد نباشه، یا حتی بعضی وقتا خلاف کنه. ولی هرچی باشه برادرت، دوستت داره. میدونم، اما مسئله واکنش‌های ناخودآگاهیه که بد دردیان. وقتی برادر بزرگترم میبینه که من ازش موفق‌ترم، خوشبخت‌ترم، خوش‌تیپ‌ترم، تحصیل کرده‌ترم، همه منو دوست دارن، خب ممکنه یه واکنشی از خودش نشون بده دیگه. اینا رو همه راجع به خودت میگفتی؟ به چی می‌خندی؟ هیچی، ادامه بده. مسخره است، نمیشه با تو حرف زد. آقا نیمو داری مزخرف میگی، داری چرت و پرت میگی عزیزم. من دارم چرت و پرت میگم؟ تو قضیه پروانه رو یادت رفته؟ کدوم پروانه؟ خانم ما داریم خصوصی با هم حرف میزنیم، بفرمایید. ببخشید. پروانه کیه؟ بابا دختر همسایه‌مون، دختر اختر خانم رو میگم. ما حتی قرار نامزدیمون هم گذاشته بودیم. آه چی شد به هم خورد؟ چی شد؟ الان بهت میگم چی شد. به 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 آقا دامادم تشریف آوردن. ببخشید که دیر شد. آخه مرد حسابی، آدم یه خانم محترم رو تو پارک یه رو معطل میذاره. تقصیر این گل فروشه بود، کش خودشو تا یه دسته گل بده. تو اینجا چیکار میکنی؟ بفرما. عوض تشکرشه، داشتم اینجا رد میشدم دیدم پروانه خانم اینجا نشستم منتظر جناب عالی، گفتم بیام تنها نباشم. خب من دیگه با اجازهتون رفع زحمت. ممنون از حرفاتون، خیلی کمک کردید. بابا خواهش میکنم، این چه حرفی؟ وظیفه است. شما هم خواهر ما. اگه میشه برو اون ور دیگه. بفرمایید خدمت شما. اصلا قابلی نداره، البته شما خودتون گلید. ممنون، لطف دارید. خواهش میکنم. به همه همینو میگید؟
ببخشید ناصر چیزی گفته؟ مگه مهمه کی چی گفته؟ آخه شما این ناصر رو نمیشناسید، از بچگی حسادت منو میکرد. برای سمیرا از همین گلا گرفتین؟ سمیرا؟ دختر خانم مظلومینه که هفته پیش خواستگاریش بودین؟ من راجع به اون میتونم بهتون توضیح بدم. ببینید اونم فردای روزی که اومدین خواستگاری من. فرداش بود؟ شما مطمئنی؟ و من فکر کنم که پس فرداش بود. من احمقو بگو که گول آدمی مثل تو رو خوردم. اجازه بدید من توضیح میدم. خواهش میکنم خانم. خانم خواهش میکنم. تو واقعا این کارو کرده بودی؟ چه کاری رو؟ چه کاری رو؟ همین که رفتی فرداش خواستگاری یه نفر دیگه. ببین ما الان راجع به ناصر داریم حرف میزنیم. نه میخوام بدونم اگه واقعا این کارو کردی یا خیلی بیشور. بی ادب این چه طرز حرف زدنه؟ تو اولین بار رفتی خواستگاری یکیش، همون اولین بار میگیریش؟ شاید که بهتر پیداش. منم منطقی بودم، داشتم انتخابمو میکردم. مرد حسابی، مگه رفتی هندونه بخری؟ منطقی نیستی دیگه، منطقی نیستی. اصلا ولش کن، ما داریم حرف ناصر رو میزنیم. از کجا معلوم اصلا ناصر بهش گفته باشه؟ شاید از یه جای دیگه شنیده باشه. از کجا؟ رفتن دیدم آقا نشسته اونجا داره بلبل زبونی میکنه. تو باشی فکر دیگه ای نمیکنی؟ من اصولا احتمالات دیگرم بهش فکر. بله، احتمالات دیگه. خب بله، منم اگه اولین بار بود ممکن بود به احتمالات دیگه فکر کنم. مگه بازم بوده؟ ها؟ شقایق رو یادته که دختر اخوزاشته بودیم. آها، همون دختر خانومی که یه خوره دماغش بزرگ بود. دماغش خیلی هم خوب بود. نه جونه تو، من علکی نمیگم که، یه عمل کوچیک لازم داشت، یه خوره این قزروفش کج بود. میشه ول کنی این دماغو؟ من دارم راجع به ناصر حرف میزنم. بگو چی شد. سلام. به 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 به، آقا داماد بالاخره تشریف آوردن. تو خجالت نمیکشی یه خانم محترمو یه ساعت تو پارک میکاری؟ من معذرت میخوام. حالا که میخوای زن بگیری آدم شو. خب من دیگه با اجازتون رفع زحمت دارم، ببینم چی کار میکنی. سلام، بفرمید. قابل شما رو نداره. شقایق، 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 خواهش میکنم. شقایق، شقایق خانم. ای بابا، حالا مطمئنی این دفعه هم ناصر رفته یه چیزی بهشون گفته؟ نه، پس اتفاقی بوده. کاش فقط همین دوتا بود. ببین منو، مگه بازم بوده؟ ها؟ کیمیا، کیمیا؟ بی حیا سیما. بی چشم رو فرشته. بی سفر مریم، برو. خیلی آدم ناجوری بودی یا میدونی، یه آدم هایی مثل تو رو عکسشون رو میندازن توی روزنامه صفحه حوادث، زیرش هم مینویسن شیادی که دختران دم بخت را اخفای. شیاد چیه؟ من واقعا قصد ازدواج. خب تکلیف اولی رو مشخص میکردی، بعد میرفتی سراغ بعدی. ببین تو اگه خواستی زن بگیری برو همون اولی رو بگیر. باشه، من به محکم کاری اعتقاد دارم. اگه ناصر گن نزده بود خودم میتونستم یه جوری جمع جورش کنم. من نمیدونم، اصلا نمیتونم بفهمم، مگه میشه یه برادری با برادرش این کارا رو بکنه؟ حالا هر چقدرم سابقه دار باشه، من اصلا فکر میکنم چون که اون طفلک سابقش خرابه تو همش بهش شک داری. اگه همچین آدمیه که تو میگی، چرا رابطه تو و کتی رو به هم نزد؟ آخه طفلک ناصر، ببین دیگه داری مزخرف میگی یا مشکلات تو و کتی رو من از همون اول در جریانش بودم. اگه تقصیر ناصر ننداز، رابطه تو و کتی از همون اول مزخرف بود. مزخرف نبود که، ما فقط یکم با هم تفاهم نداشتیم، همین. چرا یکم مزخرف؟ که اونم تقصیر ناصر. ببین برای من مغلطه نکنه، من خودم روانشناسم، الانم نمیگم تقصیر ناصر بود، ولی تیر و خلاص اون زد. یعنی چی؟ ببین یادته من و کتی قرار گذاشتیم که بریم محضر با هم حرف بزنیم، یه دو هفته به هم فرصت بدیم. ببخشید کتی کدوم یکی بود؟ خودتو لوس نکن دیگه. خب بگو. به 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 به، آقای دکتر خوش اومدی. مطب کتی بودی؟ نه، چطور مگه؟
داری از اینجا میای بیرون؟ حالا چرا سوال احمقانه میپرسی؟ مطب کتی خانم بودم، حالا هم دارم میام بیرون دیگه. چی کار داشتی؟ یه مدت خواب خرس میبینم. خرس؟ خرسای گونده. میدونی که آدم چقدر ناراحت میشه. گفتم بیام پیش کتی خانم، بلکه قرصی چیزی بهم بده. چرا به من نگفتی؟ میخندی؟ آقا تو دکتری؟ خواهش میکنم ببین علکی واسه من ادای دکترها رو در نیار. من باید برم، با بچه‌ها قرار داریم بریم باقی که رفقا خوشگذرونی. با اجازه. حالا بهت ثابت شد؟ والا چه عرض کنم؟ در اینکه شما خانوادگی نرمال نیستین شکی نیست. در این مورد هم نتونستی من خانواده ببینم. تو از کجا میدونی که ما خانوادگی نرمال نیستیم ها؟ اصولا تعریف تو از خانواده نرمال چیه؟ بگو باز شروع شد. آقا جون غلط کردم. غلط کردم چه؟ یه حرفی زدی باید پاش وایسی. اول باید یک تعریف درست حسابی از یک خانواده نرمال بهم ارائه کنی و البته این نکته رو نباید فراموش کنی که اصولا چنین تعریفی باید به لحاظ موقعیت جغرافیایی و خاصگاه‌هایش وسط بحث آدم زنگ میزنه. خدا رو شکر یه نفر زنگ. وایسا سر جات. هنوز تموم نشده. دکتر افشار بفرمایید. نازنین تویی؟ نه نه صدامو برای کی جذاب کردم؟ نه منتظر تماس کسی نیستم. نه آخه کسی پیشم نیست. سلام برسون. نه کتی نیست نازنین، هومنه. هومن سلام برسون. سلام. سلام سلام. دیدی؟ آرز سلام میرسونه. میپرسه برای اینکه کشمشای عدس پلو باد کنه باید چیکار کنه؟ بنداز تو یخ کشمشا رو. آره میگه بنداز تو یخ کشمشا رو. آره میگه عدس ها رو با برنج بپزم یا بدون؟ نه نه باید جدا بپزه، منتها انقدی که عدسه پر نشه، کال باشه. بعد لایه لایه بریزه لایه برنج تا خوب جا بیفته. آب عدس هم دور نریزا، هم کلی آهن داره، هم باعث میشه که برنج خوب دم بکشه. آره؟ آره؟ چیه؟ میگه که عدس رو جدا بپز. آره آره کال برش دار دیگه، بعد لایه لایه بذار لایه برنج. آره آره آب عدس. آب عدس میگه آب عدس رو دور نریزی یا پر از آهنه. تشکر میکنه. خواهش. حالا چی شده که میخوای عدس پلو درست کنی؟ ما هیچ کدوم که دوست نداریم. ناصر؟ تو از کجا میدونی ناصر عدس پلو دوست داره؟ اومده اونجا؟ بهت زنگ زده چی گفت؟ نه با من نگرانی چی هستم، نه 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 فقط پرسیدم چی گفت همین. میگم که میخوای بذاریم برای فردا شب؟ امشب باشه اصلا هرچی تو میگی. باشه نه من خودمو میرسونم، نگران نباش. باشه باشه خدافظ. میدونی چی شده؟ ناصر زنگ زده بهش باهاش حرف زده. نازنینم دعوتش کرده واسه شام. میدونی این یعنی چی؟ یعنی چی؟ این یعنی که من وقت ندارم، باید برم. خانم شیرزاد. آقا دکتر، خانم کبیری تشریف آوردن، بفرمایید. من نمیدونم آقای دکتر. ببینید هر کسی که اینجوریه به نظر شما وسواسیه؟ به نظر شما من حرف بی ربطی میزنم؟ خودتونو یه لحظه بذارین جای من. بله. فکر کنین که شوهرتون جلوی شما نشسته، مدام داره تلق 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 با چنگال چایشو هم میزنه. آخه کدوم آدمو دیدین که با چنگال چایی هم بزنه؟ حق با شماست. بله. خواست کاش فقط همین باشه آقای دکتر. آستینشو بالا میزنه؟ بالا میزنه ها. حالا نه اینکه من با تا کردن آستینش مشکل داشته باشم، نه. ببینید یه لنگه به لنگه بالا میزنه. یکی پایینه یکی بالا. خب به اندازه بالا بزن. اون وقت توقع داری جلوش بشینم و نگاش کنم و دیوونه نشم. ببخشید. آقای دکتر ببخشید. یه نخ اینجای لباستونه این. بله. بله متشکرم. ببینید آقای دکتر من فقط یه چیزی رو میخوام بدونم که من وسواسی هستم یا نه. همین. نه خیلی خانم، شما کجا وسواسی هستین؟ رفتارتون کاملا طبیعیه. میتونید تشریف ببرید منزلتون. ببخشید شما مطمئنید که من مشکل خاصی ندارم؟ اصلا این چه حرفیه میزنید خانم؟ اصلا هیچ مشکلی ندارید. بفرمایید. منم بهش همینو میگم. منم بهش میگم که این تویی که مشکل داری، این من نیستم که مریضم. ببینید آقای دکتر
شما خودتون بگین کدوم آدم سالمی رو دیدین که مسواکیو که امروز میزنه رو فردا دوباره از همون استفاده کنه؟ فکر کنین مسواکو خیس خیس میذاره کنار آینه دستشویی؟ خب تو فردا یه عالمه میکروب روش میشینه دیگه. ببینید من نمیگم اینو بندازش دور، من همش حرفی نمیزنم بله. که من میگم که عزیز من این مسواکت رو لطفاً با اسید بشور، همین. چیز زیادی میخوام؟ من وسواسی ام آقای دکتر. نه خیر خانم، نه خیر، شما کاملا شما از منم سالمترید. حتی خواهش میکنم خیالتون راحت باشه، ما حتی دیگه لازم نیست این جلسه رو ادامه بدیم، تشریف ببرید منزل. آقای دکتر ببینید شما مطمئنید که من هیچیم نیست؟ من عرض کردم خدمتون شما هیچ مشکلی ندارید، بفرمایید. یعنی من وسواس ندارم به دیگه. هیچ وجه. این چه حرفی شما میزنید آقای دکتر؟ بله. اجازه بدید من بستنی رو قبل از اینکه بخوریم میجوشونم، این که نشونه وسواس نیست. نه نه نه، این نشونه تمیزی شماست. بعد آقای دکتر من موبایل همسرم رو با اسید شستم، اینم که نشونه اصلا هیچ اشکال نه. نه به هیچ وجه، اصلا بهش فکر نکنید، اصلا این هم نشونه پاکیزگی شماست. موبایلش خراب شده؟ موبایلی که بخواد با اسید خراب بشه همون بهتر که خراب بشه خانم. بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بله ما دیگه نیاز به ادامه این جلسه نداریم، بفرمایید. یه لحظه بفرمایید. من بس که دستامو میشورم همش زخم شده. عیبی نداره، چسب زخم بزنید درست میشه. خواهش میکنم بفرمایید، خیالتون راحت بشه. بله. بفرمایید. شما مطمئنید که من سالمم؟ خانم خواهش میکنم بفرمایید، سالمید بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. کیفم خانم شیرزاد، طوری شده؟ بله شما خوبی؟ من خوبم، شما خوبی؟ خیلی ممنون، من داشتم پرونده ها رو مرتب میکردم. بله دارم میبینم. خب من دیرم شده، دارم میرم. هر کی اومد بگید دکتر حالش بد بود رفت خونه، باشه؟ خدا بنده چی شده؟ خانم شیرزاد من طوریم نیست، شما به مریضا اینجوری بگید، باشه؟ گرفتم، خیالتون راحت باشه، این راز بین خودمون میمونه. وای چه هیجان انگیز، اصلا میخوای زنگ بزنم به همه مریضاتون بگم رفتین تو کما؟ اصلا خب بگم مردی. خانم شیرزاد هر کی اومد بگید دکتر مریض بود رفت خونه، باشه؟ آه چشم. راستی آقای دکتر، آقای دکتر سهرابی زنگ زدن. چی کار داشت؟ میخواستم با تون صحبت کنم، مثل که کار واجب داشتم. کی میخواست بیاد؟ الان. شما بهش چی گفتین؟ گفتید نیستم دیگه. نه بهم گفتم نیستی؟ خانم شیرزاد من خدمتتون عرض کردم من عجله دارم خانم. آخه نه که آقای دکتر سهرابی رئیس ساختمونم، من فکر کردم حتما آدم مهم است. خیلی بد شد نه؟ کار بدی کرد دیگه. حالا حرفی که بهش زدید دیگه، شما که این دکتر سهرابی رو نمیشناسید، وقتی میاد یه ریز حرف میزنه، حرفم که نمیزنه مزخرف میگه. من میدونم دیگه، الان میخواد بیاد اینجا یا قرب بزنه یا بگه اجارتونو میبرم بالا. اومد یه جوری خودتون دست به سرش کنید بره، من عجله دارم خانم. خداحافظ. من همین الان داشتم میمدم خدمتتون آقای دکتر. خانم شیرزاد گفتن که شما به بنده امری دارید. به محض اینکه یک مستأجر خوب پیدا کنم این دست اینجا بیرون. گفتم از الان به فکر جای تازه باشی. بله شما امری داشتید با بنده، بنده در خدمتتون هستم. یه کاری دارم باید واسم انجام بدید. یه نفره میخوام بفرستم پیشت برای مشاوره. هر کاری از دستت برمیاد باید واسش انجام بدی. همین که شما به کار بنده اعتقاد دارید برای من کلی ارزش داره آقای. خودتو بیخود بر من لوس نکن. اگه مجبور نبودم 100 سال سراغ تو یکی نمیمدم. بله بفرمایید در خدمت. فقط یه چیزایی رو که این آدم بد بد بگم. خب الان که نمیشه، میخواید فردا صبح تشریف بیارید با هم دیگه راجبش حرف بزنیم؟ فردا صبح دیره، همین الان بد بد بگم. خب این کار به تمرکز احتیاج داره، اینطوری نمیشه که سر پای آقای دکتر. چرا سر پایی؟ بیشین. آخه آقای دکتر من آقای دکتر ما اجازه بدید. هر کی ندونه فهم میکنه میخواد عمل جراحی قلب باز بکنه، میشه معلومه من پیشت درد دل میکنه دیگه، مگه غیر اینه؟ بله. گوش ببین چی میگم. بفرمایید. این که خانومی که میخوام بفرستم پیشه با شوهرش خود اختلاف داره، میخوام باشون صحبت کنی اختلافاتم حل شه. چشم من تمام سعیمو میکنم. نمیخواد سعیتو بکنی، هر چی من میگم گوش بده. بگو چشم. بله چشم. فقط یه توضیحاتو به خانم بده. بفرمایید. خانم خود بیش از حد عصبیه. بله
نه آدم بد باشه، خیلی هم آدم خوبی، فقط خود زیاد از حد بسیارش گیر میده. میخوام باهاش صحبت کنی، دست از این گیر دادنش برداره. بله چشم، البته من هنوز حرفایشون رو نشنیدم. شاید رفتارشون عکس العملی باشه به رفتارهای شوهرشون. واسه من حرفای قلم به سلم بند نزن، هرچی من میگم بگو چشم. بله چشم، من اینا رو بهتر از تو میشناسم. شوهره بنده خدا هیچ مشکلی نداره، هرچی مشکله از ایشونه. شوهر دو روز میره سفر کاری، بعد دو ماه حساب پس بده. میخوام با خانوم صحبت کنی، بگی اینقدر به شوهر شک نکنه. تو سه همین افارو به خودم میتوسم بهش بزنم. گفتم شاید روانشناسی بهتر باشه. خواهش میکنم، شما لطف دارید، ولی آخه وقتی من هنوز حرفایشون رو نشینم از کجا بدونم که مشکل ایشون چیه؟ من میگم مشکل از خانم است، باز تو حرف خودت میزنی که. بله شما بهشون بگی تشریف بیارن، من تمام سعیمو میکنم. چشم، آبروی منو پیش اینا نبری. شما خیالتون راحت باشه. خانمش، خانم شیرزاد. بله بابا. آقای دکتر. خانم محبت بفرمایید برای فردا صبح اول وقت یه وقت مشاوره برای آشنای دکتر سهرابی بزنید. فردا صبح چه مرد حسابی، تو راه داره میاد. آقای دکتر من الان کار دارم. حواستم به حرفی که بزدم باشه ها، خراب کنی نه من نه تو. باشه ولی آقای دکتر الان فعلا خدا. آقای دکتر خواهش میکنم. آقای دکتر، دکتر الو دکتر افشار بفرمایید. نازنین تویی؟ نه نه، منتظر تماس کسی نیستم. صدامو جذاب نکرد نازنین، خواهش میکنم. ببین راست، ببین میشه قراره امشبو بذاریم برای فردا شب؟ نه خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. باشه باشه باشه، خونسرد باشه، عصبانی نشه، هر چی تو بگی. نه من منتظر کسی نیستم، کسی تو اینا. کتی کجا بوده نازنین؟ خواهش میکنم نازنین، هیچ کس اینجا نیست، هیچ کس. ببین هیچ صدایی نمیاد، هیچ کس اینجا نیست. سلام آقای دکتر، سمینارم حدی داره، هر هفته که نمیشه رفت سمینار. مثلا شما یه زن، اصلا شما خودتو بذار جای من، شما چی کار میکنی؟ قبل از هر چیزی باید خدمتون عرض کنم که به هیچ کس نباید بگید که شما جای من یا من جای شما. عکس العمل هر کسی نسبت به مسائل برمیگرده به ویژگی های روحی، تربیتی و خواستگاه اجتماعی اون آدم نسبت به دیگران. ببینید منظور من اینه که شما باید عینک بدبینی رو از چشمتون بردارید و به شوهرتون اعتماد بیشتری کنید و این اعتماد رو سلوحه زندگیتون قرار بدید و رنگ تازه‌ای به زندگیتون ببخشید. دکتر ببخشید، شما تو رادیو حرف نمیزنی؟ بله شما برنامه‌ی منو گوش میدید؟ نه بابا، کی حوصله داره، فقط خیلی بامزه. شما باید سرلوحی زندگی خود. بله من فکر میکنم بهتره برگردیم به بحث. بله ببخشید، میدونید با این اوضاع من نمیدونم چیکار کنم، یعنی اعتمادو چجوری به رو چیز زندگیم سرلوحه. بله همین، چجوری قرار بدم؟ میدونی این سمینار آخر هفته داره دیوونم میکنه آقای دکتر. ببینید فقط شما کافیه که تصور کنید همسرتون هر هفته داره میره سمینار و وقتی بر میگرده خسته و کوفته، انتظار داره که همسرش بهش خسته نباشید بگه و اگه با پرخاشگری باش برخورد بکنه، ضربات جبران ناپذیری بر روح و روان اون ممکنه وارد بشه. یعنی آقای دکتر شما فکر میکنید راست میگه؟ خب چرا که نه؟ شاید شغل شوهرتون ایجاب میکنه که هر هفته در سمینار شرکت کنن. خواهش میکنم تشریف ببرید و با رنگ دیگه‌ای به زندگیتون نگاه کنید. بفرمایید. آخه میدونید چی آقای دکتر؟ وقتی از سمینار برمیگرده لباسش بوی کباب میده. بوی کباب میده؟ بله. خب شاید تو سمینار نهار کباب میدن. من خودم تو خیلی از سمینارها نهار کباب خوردم. اصلا خانم سمیناره و کبابش. آخه یه چیز دیگه هم هست، وقتی برمیگرده پوستش برنزه است. برنزه است؟ بله. شاید مال اینه که سمینار رو تو فضای باز انجام میدن. من خودم تو خیلی از سمینارها بودم که تو فضای باز. اصلا خانم سمینار رو فضای بازش. بله. کاهش میکنم یکم مثبت باشید. بفرمایید. آقای دکتر من میخوام مثبت باشم، ولی این سمینار رو یه نصف شب و اورژانسش منو دیوونه کرده. سمینار نصف شب؟ بله، ساعت 2 نصف شب بهش زنگ میزنم میگه سمینار اورژانسیه، بلند شو بیا. اینم میره.
دو نصف شب بهش زنگ میزنن میگه بعد این پا میشه میره؟ بله. به شما زنگ نمیزنن که سمینار بلندشین برین؟ اون مقوله مثبت اندیشی رو که خدمتتون عرض کردم شما کلن فراموشش کنید. بله. یک دو سه. درست شد. چه خبر خانم؟ خانم کسروی تماس گرفتن گفتن که ورم دماغشون خوابیده. دیگه انقدرم خوشحالی نداره دیگه؟ نه نداره. خواهش میکنم یه خود مراعات کنید. بیماری آقای دکتر نیاز به آرامش داره. یک بلای سرش بیارم که دیگه سمینار یادش بره آقای دکتر. من اصلا قصد نداشتم عصبانیتون کنم، باید ببخشید. نه خواهش میکنم، شما برادری کردی، شما چشم منو باز کردین آقای دکتر. همه این مسائل رو میشه با آرامش حلش کرد. بله بله، من با آرامش چشاشو در میارم، میکشمش آقای دکتر. خانم ایشون همون خانومی نبودن که دکتر سهرابی سفارش شوهرشو کرده بود؟ چرا، خودش بود. به نظرم نتیجهش اونی نشد که میخواست. نه اصلا اصلا، من داره دیرم میشه، باید زود خودمو برسونم خونه. اگه دکتر سهرابی مد یه جیر. آقای دکتر افشار هستن؟ بله خودم هستم، بفرمایید. سلام. شما بازداشتی؟ بله. واسه چی؟ واسه چیشو از اون 10 تا خانومی پرسید که ازتون شکایت کردن. شکایت کردن؟ برای چی؟ اون موقعی که داشتی اخفالشون میکردی بهشون قول ازدواج میدادی، باید فکر اینجا رو میکردی. بیاره. آقا شما مطمئنید؟ شاید اشتباهی پیش اومده. اجازه بدین یه چیزی فراموش شده. میتونید ببریدش.